پلیس استرالیا از کشته شدن یک مسئول تروریست که با چاقو به ماموران پلیس ملبورن حمله کرده بود خبر داد. این مسئول 18 ساله که برای بازجویی به مقر پلیس احضار شده بود، با چاقو به دو نفر از ماموران پلیس حمله کرده، آنها را زخمی می‌کند و سپس با شلیک یکی از ماموران کشته می‌شود. رئیس پلیس ویکتوریا گفت بر اساس اطلاعاتی که در دست داریم، او قطعاً هفته گذشته در یک مرکز خرید با پرچمی که به نظر آمده متعلق به داعش باشد دیده شده است. این حادثه چند روز پس از عملیات گسترده پلیس استرالیا برای مقابله با گروه موسوم به دولت اسلامی داعش و دستگیری اعضای گروهی که به گفته پلیس قصد کشتار در یک مکان عمومی را داشتند رخ می‌دهد. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا گفت بدون شک نشان می‌دهد که افرادی در کشور ما هستند که آماده ارتکاب به اعمال بسیار خشونتباری می‌باشند. این همچنین به ما نشان می‌دهد که نیروهای پلیس روز و شب ما را در برابر آنهایی که می‌خواهند به ما آسیب برسانند محافظت می‌کنند. نمایندگان جامعه مسلمان استرالیا هر گونه اقدامات تروریستی را محکوم کرده و می‌گویند این اقدامات موجب تخریب چهره اسلام و مسلمانان می‌شود. در روزهای اخیر چند مسجد در استرالیا هدف حمله قرار گرفتند.